آیین بهره برداری از طرح ملی. این طرح زیربنای بسیار جدی، یک زیرساخت بسیار اساسی هست. طرح ویروس کش، صلح‌آمیز و به صرفه. یک کارخانه نو و جدید هست در نوع خودش، از نوع هسته‌ای. پرتودهی گامان، نامی که شاید کمتر به گوشمون خورده باشه. پرتودهی گامان نوان. فکر کنم اشعه و ایناست دیگه، درسته؟ قبل از اینکه از مرکز هسته ای و گاما بگیم، به این سیب زمینی نگاه کنید. این سیب زمینی جوانه زده بدون گاما است و این هم سیب زمینی که 8 ماه پیش اشعه گاما به اون خورده شده. حالا فکر کنم خیلی راحت تر بتونید گاما رو درک کنید. پرتودهی گاما در واقع نوعی از انرژی تشعشعیه که به صورت یونی عمل میکنه. با عمق نفوذ بسیار بالایی که داره، کالاها رو در بخش پزشکی استریل میکنه، در بخش مواد غذایی افزایش ماندگاری ایجاد میکنه. هیچ گونه پسماندی رو داخل محصول قرار نمیده، مثل روش‌های شیمیایی نیست و اینکه بعد از پرتودهی شما سریعاً میتونید محصول رو استفاده کنید و هیچ گونه خطایی رو برای شما نخواهد داشت. اینجا همین مرکز پرتودهی گاماست، پناه گرفته در دل زاگرس مرکزی. ظرفیت سایت پرتودهی الان 500 کیلوکوری اکتیویتی کوبالت داریم در این سایت. این به طور میانگین 100,000 متر مکعب در سال رو پوشش میده. اینجا منشأ تولید اشعه گاما کوبالته و جالبه محصولات در همون بسته‌بندی نهایی وارد اتاقک مخصوص میشن، ویروس کشی میشن و با پوششی زرهگونه به بازار مصرف برمیگردن. محصولات از کل کشور به اینجا ارسال میشه، نمونه که از تهران برام ارسال شده. خلاصه که گاما عمر محصول و امنیت غذایی رو بالا میبره، غیر سمی و بین المللیه و از همه مهمتر صرفه‌جویی اقتصادی اونه. ما در کشور 30% محصولاتمون ضایعات میشه، حدود 40,000 میلیارد تومان از سرمایه های ما در حوزه ضایعات کشاورزی از دست میره، 13 میلیارد متر مکعب آب ما در این ضایعات تلف میشه. راهش اینه که ما ماندگاری محصولاتمون رو بالا ببریم. حالا با توجه به این ظرفیت صلح‌آمیز هسته‌ای، بد نیست کشورمون رو به این مراکز آنتی ویروس مجهز کنیم. از امروز بزرگترین مرکز پرتودهی گاما به کمک اقتصاد کشورمون اومد. مرکزی که برای بهره برداری به اون نزدیک به 200 میلیارد تومان هزینه شد و سالیانه بیش از 100 میلیون دلار برای ما صرفه‌جویی ارزی خواهد داشت. نجفیان، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.